برگشتیم با یه تمرین قدرتی استقامتی دیگه، یه تمرین 4 مرحله فوق‌العاده. با یا قرار این انجام بدیم، لیستش هم واسهتون توی چنل اوکی کردم، حتما نگاه کنید تمرین‌ها رو انجام بدید. بعد از چندین ماه مثل کوه بدنتون صفر، مثل بچه های کشتیگیر عضلانی و قدرتمند میشه. میریم سراغ اولین تمرین. کاری که میکنیم چیه؟ براتون توضیح دادم لاستیکو که دیگه بهتون گفتم تهیه کنید. جفت لاستیکو توی دستتون میکنید، از این ور یا خود دستتون رو میگیرید یا تیکه لاستیکو روبرو وای میسید، یعنی لاستیک کنارتون باشه، این نیست، لاستیک کنارتون باشه، دست میارید مستقیم بالا، میتونید لاستیک خورده بالاتر و هم سطح کتفتون بشه، از اینجا به سمت کنار میکشونید، برمیگردونید، دست اینجوری نکنید، صاف میره برمیگرده، کامل بدن رو میگردونید، چپ و راست همون شکل، تعداد نداره، در حد ناتوانیه. تمرین خیلی عالیه. بریم ببینید گردش بدن دارم، نیمه بالای تنم رو کامل میتابونم. یعنی برای بچه انجام بده، کنار ایستاده، دست باز به سمت کنار میکشونه، برمیگردونه، فشار بیشتری روی عضلات پهلو سرشونه میاره. تمرین خیلی عالی و فوق العاده ایه. این تمرین اولمون بود. میریم سراغ دومین تمرین. توی تمرین شماره 2 روی گارد وای میسید، دوباره همون لاستیک، هالتر با وزنش خم میشید، هالتر رو در میگیرم میارم تا نیمه راه، اینجا دست عوض میکنم، شکل بدنم هم عوض میکنم، میدم بالا، پا میره روی پاشنه، انگار از یه گارد به گارد دیگه میام، اینجا بر میگردم همون جایی که دست عوض کردم، دوباره دست عوض میکنم، میارم نزدیک زمین، روی زمین نمیذارم، نیمه راه این حالت، چپ همون شکل، راست همون شکل. یعنی برای بچه انجام بده. ببینید الان پای راست جلو با دست چپ بلند میکنه، با دست راست میگه، گاردش عوض میشه، چپ همون شکل، راست همون شکل، تغییری نمیدید. تعداد میتونید برای خودتون بذارید، میتونید ناتوانی کنید، ولی بدونید اگه وزنتون سنگین باشه 30 به بالا واقعا دیگه فشار میاره. رفت و برگشت یه دونه حساب میشه، نمیگید 1 2، رفت و برگشت یه دونه حساب میشه. این دومین تمرینمون بود. توی سومین تمرین روبروی لاستیک وای میسید، هالتر هم کنارتون، دست یه نیم دایره کامل باز میشه، میاد اینور، دست عوض میشه، اون دست سر جاش وای میسه، میخوایم فشار بیاریم، همین حالت میتونیم بزنیم. یک دست رفت و برگشت. تمرین 4مون هم دقیقا شبیه همینه، با جفت میله هالتر. الان نشونتون میدیم. ببینید باز هم به همین شکل. یعنی آجام بزن. یه نیم دایره به سمت بالای سر خودش درست میکنه. ببینید دست اون یکی بالا میمونه. برگشت اون یکی بالا میمونه. چرا؟ دست خسته شده، نمیخوام بیارم پایین بهش استراحت بدم، میخوام توانش رو در همونجا ببرم بالا. این هم سومین تمرینمون. دوستان تمرین آخر باز با همون دوتا میله هالتر، دوتا دست بالا نگه میدارم روی گارد، باز تا پایین ترین حالت ممکن بالا، قفسه سینه کشیده میشه، دست نمیش کنید به هیچ عنوان، تعداد بالا بزنید که بهتون فشار بیاد. یعنی جان انجام بده برای بچه‌ها. ببینید دست کامل باز، باز بسته، زمانی که میاره پایین سینه ها کشیده میشه، تخت سینه تون مثل آرنولد باز میشه، زمانی هم که میاره بالا به وسط سینه فشار میاریم که سینه جمع بشه، یعنی خط وسط سینه پیدا بشه. ببینید خیلی راحت دست رو نمیش کنه. این هم 4مین تمرین ما. بچه های تمرین رو انجام بدید، توی چنل پلیلیستش هم هست، اونجا تمرینات کامل فول بادی رو براتون گذاشتم با یحیی جان، حتما دونه دونه انجام بدید، خیلی تمرینات خوبیه، قدرتتون، توانتون و استقامت بدنتون رو کلن بالا میبره. دوباره از اینجور ویدیو واسه تون اوکی میکنم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.